はい。آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 22 فوریه، سوم اسفند، یادمون نره که امروز روز سوم اسفند. من فکر میکنم که همین الان ایران نیازمند یه حرکت سوم اسفندیه. در سوم اسفند واقعا چه اتفاقی افتاد؟ میخوام امروز بعد از اینکه گذر میکنیم از فرمایشات جناب آقای سلیمی، در بخش بعدی که به سراغ آقای شاهین پر میریم، بپرسیم ازش راجب سوم اسفند. و در سوم اسفند به راستی اینجوری که نگاه بکنی 4 ژاندارم اومده و همه رو تحویل گرفتن و رضا شاه اون باقی نوشت که من حکم میکنم. امروز نیاز داریم به یک همین 4 پاسبانی که بتواند بیاید، چون اوضاع واقعا به هم پاشیده است، هیچ چیز بر سر جای خودش نیست. شما دقیقا بهتر از من اخبار رو دنبال میکنید، دقیق تر از من مسائل رو پیگیر هستید. بنابراین اجازه بده با همین مقدمه کوتاه بریم خدمت جناب آقای سلیمی، عرض ادب و احترام کنیم، این دوربینم روشن کنیم برای آقای سلیمی تا اینکه بتواند شاید برنامه ها رو اینگونه بهتر دنبال کنه. من الان درست که سعی شما بتونید تصویر رو داشته باشید، ببخشید که گاهی اوقات اینگونه میشید. دوستی هم نامه نشید، میبینید الان دیگه درست شد؟ بله بله. یه دوستی نامه نوشته بود که آقا اینجوری که نمیتونیم نظام جمهوری اسلامی رو بندازیم، شما رادیوت کار نمیکنه. بهش توضیح دادم که دوست من، ما یه زنم اینوری نگاه کن، یه سایت و مقاله و نمیدونم همین سایت، یه 4 کار لازم داره. هر سایتی رو شما نگاه بکنی 4-5 ادمین دارن و ما هر روز چندین مقاله روی سایت قرار میدیم، بعد رادیو داریم، تلویزیون داریم، برنامه نمیدونم، فقط توقع داره. عرض ادب و احترام کنیم به آقای سلیمی و سپاسگزار باشیم از مهرش، از حضورش و از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما. من هم سلام دارم خدمت شما جناب بهبهانی عزیز. ممنون. سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند. اشاره فرمودید بله، سوم اسفند هست امروز و همزمان با این روز من یه یادی میخواستم از مرد بزرگ اقتصاد ایران ابوالحسن خان ابتهاج بکنم. درسته. در گذشت او هم در همین 2 دیگر هست، او که یکی از بنیانگذاران برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه بود، منشأ اقدامات بسیار بسیار بزرگی بود. البته عمر طولانی داشت ایشون و بخش بزرگی از تجارب و زندگی خودش رو، او زادگاهش در رشت بود و در سالهای پایان دوران قاجار و با شروع همین دوران رضاشاه کبیر او نقش بزرگی در اقتصاد داشت. همواره ما اشاره کردیم شما صحبت از 4 پاسبان میکنید از نیروی نظامی امنیتی، ولی پشت اون 4 پاسبان اون نیروی کوچک نظامی که قدرت رو گرفت، زنان و مردانی بودند، شخصیت هایی بودن مثل مهدی قلی خان هدایت، مثل خود ابوالحسن خان ابتهاج، مثل داور، مثل تیمورتاش، مثل کسانی که واقعا فروغی که طولانی اینها کار کردند، میهن دوست بودند، با دانش بودند، شجاع بودند، کشور خودشون رو میشناختند. دوران بسیار بسیار سختی که کشور
زیر در دست روس ها و انگلیسی ها بود. طولانی مدت دولت کشور در دست متفقین بود. بخشی از این خاطرات رو تازه 20 سال بعد امشب بهش اشاره خواهم کرد در سریال خاتون که 16 شماره اون در اومده، این تاریخ رو به طور زنده نشان میده. شخصیت های مثل خود ابوالحسن خان ابتهاج نقش بزرگی در چه در رشد و گسترش بانک ملی ایران که از بانک شاهی اون موقع در اومده بود و بعد بانک مرکزی رو چقدر کوشش کرد که ضبط و ربطی بده، حساب دیوانیش رو تنظیم بکنه، و پس از اون نقش ابوالحسن خان ابتهاج نقش بزرگی بود در سازمان دادن و ردیف کردن برنامه ها و توسعه در ایران. او دفتر فنی و دفتر اقتصادی برای سازمان و برنامه و بودجه ایجاد کرد و اقتصاد رو، اون چی رو که سالیان طولانی ده ها سال بعد از او ویرانش کردند، او اقتصاد ایران رو با اقتصاددانهای گوناگون، با جوانانی که صاحب علم بودند، دانش بودند و یادگیری خوبی داشتند، این کار رو به هر حال واقعا منشأ اقدامات بسیار بسیار خیر و بزرگی بود ابوالحسن خان ابتهاج. من به جوانانی که، نسل جوانی که او رو کمتر میشناسند، توصیه میکنم که واقعا اقدامات او رو به ویژه در دوران حساس که وطن میهن در شرایط سختی هست، باید از این مردان بزرگ، از این زنان، مادران و پدرانی که این کشور رو ساختند، واقعا به دست ماها دادند، باید درس بگیریم. همطوری که میفرمایید، بله او مرد بزرگی بود و درست اشاره کردی. مردان بزرگی بودند در اون دوره که همت کردند و مملکت رو نجات دادن. شما امروز ببینید که فضاحت به کجا کشیده شده، که پسرخاله و کلاه قرمزی برای مملکت تصمیم میکرد. پسرخاله امروز تو مجلس اعلام کرده که کلاه قرمزی نامه باباشو آورده داده و گفته که بانک‌ها دیگه وام نده. اگه بانک وام نده، شغل بانک غیر از پول قرض دادن چیه؟ شما میشه توضیح بدید که درآمد بانک از کجاست که به شما پولتو میذاری تو بانک، پس اندازت بهره به تو میده، از کجا میاره این پول بهره به شما میده؟ چیه داستان بانک؟ نقش بانک چیه اساسا که این احمقا تازه امروز تصمیم گرفتن گفته که آقا فرموده که بانک ها وام نده، های وام خودرشو ببند بره پی کارش دیگه. چیه واقعا اینا؟ این حماقت ها از کجاست؟ ما یه شخصیتی مثل ابتهاج رو میاری مطرح میکنی، یه مرتبه مثل بمب این میزنه تو سرمون که نگاه کن ببین روبرو چه اتفاقی داره میفته. بفرمایید بشنم ببینیم چیه این ماجرا. خب شما از یک امر، از یک نامه ای صحبت میکنید که علی خامنه ای از دیروز صحبتش هست و مجلس در این مورد غالیباف دزدی که پرونده فسادش در همین ویدیویی که پخش شد این روزها که اینا سعی کردن اون رو یک گونه لاپوشانی بکنن و بگن که اصلا هیچ چیزی گریبان اینها رو، این چند نفر رو نمیگیره. یکیش که به هر حال سلاخ دمشق که رفت، اون دو سه نفر دیگر حساس، یعنی خود همین غالیباف که فساد بزرگی در شهرداری، در خود مؤسسات مالی، در همین سپاه که او مدتها مسئول بود، همراه او، معاون او که در مجلس کنار او هست، دستیارش جمال الدین آبرومند که از همون فرماندهان سپاه هست، اسمش رو اونجا گفتن، میگند همون عزیز جعفری و اون یکی میگه. بعد به حضور شما که طائب که ما با چند بار هم در این هفته های اخیر در همین تلویزیون میهن راجع به فساد این جنایتکاران صحبت شده، باز شده. خب اینها همین غالیباف جنایتکار همراه با دستیارانی که کنارش هستن
بخش بزرگی از این فرماندهان میان میگه که در صحن مجلس میگه که آقا به من یک نامه ای داده، ببینید رهبر مملکت درگیر برجام و یک روز آتش به اختیار و یک روز تهاجم ترکیبی و یک روز برای نیرو هوایی بره اون صحبت بکنه، روز دیگر صحبت از مسائل حساس کشور، مسائل مربوط به اقتصاد کشور، قحطی در ایران. خب دیگه کسی نیست اجرایی تر با وجود چند مسئول بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و چند مشاور اقتصادی و چند مشاور مالی که متعدد آدم ها از محسن رضایی و معاون اول اقتصادی، معاون دوم و مشاور رئیس نمیدونم شورای عالی اقتصاد و هیچ کس دیگر نیست جز یک نفر که میگه خود این آقاست که باید دستوری رو مبنی بر ندادن تسهیلات از سوی بانک ها به مؤسسات تولیدی و اونهایی که تسهیلات رو باید میگرفتند و به خرج به اصطلاح اقتصاد مقاومتی میزدند، هیچ کس دیگری نبوده که تشخیص بدهد که این کار نباید صورت بگیره. حالا موضوع چیه قربان آقای بهبانی، شنوندگان و بینندگان ارجمند؟ در حدود دقیقا سه هفته پیش ما اینجا بحثی داشتیم و اونجا هم مطرح شد که اینها اومدن میگن که در آینده به زودی با لایحه 1401 ما باید این همه پول که هست، نقدینگی که هست، انبار شده اینها رو که در دست بانک ها هستند، این نقدینگی حبس شده بانک ها رو بدهیم، تسهیلات کنیم، بدیم که یک عده به عنوان کار عمرانی، پروژه های عمرانی و تولیدی برن اقتصاد و تولید رو راه بندازن. اونهایی که فکر میکردن این شبه پول در بانک ها هست، فکر میکنن که این پوله، به اینا میان میگن آقا 4500 تریلیون تومان پول در کشور هست، نمیگن که 4500 تریلیون تومان قرض در کشور هست. نقدینگی پول نیست، نقدینگی در واقع برای اینها، برای این رژیم 4500 پولی هست، کاغذی هست که اعتبار همون، اگر به فرض اگر 1000 تریلیون بود پول بود، وقتی که به 4.5 برابر به فرض در شرایط کنونی تبدیل میشه در واقع ضد پوله، چون کاغذ، چون اون چه هست که بحران کنونی رو میشه با همون توضیح داد، انباشت نقدینگی. ولی اینا چون اصلا ذره‌ای، بارها اینجا صحبت کردیم، چون ذره‌ای 4 تا ششلولبند احمق نادان که امروز در خیابانها شعار میدن احمق شش کلاسه که میگن که حاصل به اصطلاح وعدهات کو، خب به همین رئیسی میگن، معلمان میگن، آتش نشانانی که اعتصاب کردن، خب این وقتی که رئیس جمهور این است که به اینا میگه که اینقدر پول در بانک ها انبار شده، انباشت شده، این پولا رو بدید به عنوان تسهیلات، برن اینا رو بگیرن، برن تولید را بندازن. این حرفی بود که سه هفته پیش کمیسیون تلفیقم قبول کرده بود، آورده بود در مجلس و ابلاغیه داده بودند. همون موقع ما گفتیم این فاجعه ایجاد خواهد کرد که بانک ها فشار میارن دوباره. بانک هایی که قرضدار هستن، زیان انباشت شده اینها بیشتر از سودشون هست. اون 11 تا بانک و اون بانک های دیگری که زیان داده بودن، اون بانک هایی که یک کمی به فرسود داده بودن، تمام اینها رو من توضیح دادم در اینجا که چه فاجعه‌ای، چه زیان انباشته شده ای بانک ها دارند. و عرض کرده بودم که اصلا بانک قدرت نداره، این بارها این تسهیلات رو، این وام ها رو دادند و این وام ها به دلایل گوناگون رفتن در دست کسانی که یک ضامن های آورده بودن، بعد دیگه اعلام کرده بودن اصلا ضامن احتیاج نیست، همین جوری پول بدید، پول اوورت بدید، تسهیلات کنید که اینها برن تولید را بندازن.
یک باره همون جریان مویز و کشمش بود. فکر کردن که خب حالا که تولید راه نیفتاده، بحران هست، بیاییم شاید این تسهیلات این بانک ها که پول انبار شده هست بدیم اینا شاید راه بندازن. اصلا در همون موقع معلوم بود این پول ها بانک های بیشتری رو قرضدار خواهد کرد و شکست خواهد کرد. قرض ها و تسهیلاتی که به دست کسانی میره همون خروج سرمایه ها تبدیل میشه به سرمایه های گوناگون و از کشور خارج میشه و ضریب سرمایه گذاری با این فرار پول ها، با این نابود کردن پول ها در جاهای گوناگون سبب میشه که بخش بزرگی از بانک های دیگر هم باز زیان هم باشته داشته باشن و ورشکستگی های جدیدی به وجود بیاد و بعدش هم بانک ملی و بانک های دیگری که گوناگون هستند اینها دارند دستمزد مردم، دستمزد در واقع دستمزد ایران رو میدن، قدرت ندارن دستمزد بدن، که این یک فاجعه بزرگی بود که عرض کردیم. همون که پایه پولی بر اثر اینکه بانک های دولتی قرضدار میشن و شکست میشن، باز بانک مرکزی باید جور اینا رو بکشه، باز هم پایه پولی میره بالا. اینا رو ما توضیح دادیم که این سیکل یک سیکل بسیار بیمارگونه است و سیکل نابود کننده بیشتر اقتصاده. خب اون موقع همینا رو در بعضی از همین ما شنیده بودیم، افرادی در حال که حوال اینها بود میگفتن دیگه تولید را میفته، تسهیلات به بانک ها از طریق بانک ها داره به دست سرمایه داران خصوصی بخش مولد داده میشه که اینها برن تولید را خواهد افتاد. یک عده جاهل نادان این رو هم میگفتند و بعدش هم میگفتن دیگه کم کم اقتصادم داره راه میفته، این چیزها برداشته میشه، تحریم ها برداشته میشه، چنین میشه و چنان خواهد شد. تصمیمم که گرفتن اقتصاد ایران وارد فاز تولید و بعد واردات و صادرات و اینها همه چیز راه خواهد افتاد. تا چند هفته دیگر میومدن میگفتن که همه چیز در واقع دستگاه اقتصادی گشایش کامل پیدا خواهد کرد. الان هیچ چی نشده. همون عرضی که کرده بودم گفتم که این امکان نداره. این فاجعه سبب خواهد شد که بانک مرکزی به یک بحران جدیدی کشیده بشه و این بحران جدید میتونه به یک فاجعه باز هم سقوط بیشتر پول ملی بشه. خب حرف غالیباف اینه، میگه که آقا به ما دستور داده که بانک ها دیگر نباید تسهیلات بدهند. صالح آبادی رئیس بانک مرکزی رفته پیش آقا بهش گفته که آقا وضع فاجعه است، بانک مرکزی هیچ قدرتی دیگه نداره پول پمپ بکنه به بانکهای دولتی. بانکهای دولتی اوورت دارن پول میدن و این پولا هم داره میره تو دست یک عده از اون برم داره خارج میشه. 1520 تریلیون تومان بانک ها در سرمایه در گردش در امسال اضافه کردند. 1520 تریلیون تومان به سرمایه گردش اضافه کردند و این پول ها در واقع فاجعه ای رو در این سیستم شپ پول و پول ایجاد کرده و پول پایه دیگه قدرت نداره. بعد میگه که غالیباف میگه که این مالایتاق خواهد شد، فراتر از طاقت، کلمه عربی حتما فقهی هم باید بیاره، بالاتر از طاقت و توانایی بانک ها شده، دیگه هیچ راهی وجود نداره. بانک ها دیگه تا در واقع تا گلو غرق شدن با دادن پول و ورشکستگی که هر روز بیشتر میشه. اون چه که دستور آقا بوده بعد از صحبت صالح آبادی رئیس بانک مرکزی و ابلاغیه میاد در مجلس و مجلس میاد میگه که هم دولت و هم مجلس اجازه نداره، کمیسیون تلفیق باید بر اساس تبصره 16 که قرار بود این کار رو پیش ببره باید این رو راکد نگه داره و بعد در بودجه 1401 هم باید مراقب باشن. خب نتایج این چه خواهد بود آقای بهبانی؟ شنوندگان و بینندگان ارجمند، نتایج خود این، حالا اون طرف افتادند، اون چه که تسهیلات بوده و دادند الان عده‌ای رو
باز میان میگیرن میگن که خب این پولی را که گرفتید این مدت زامنم ندادید، این پول سرمایه در گردش بانک ها که به شما داده الان باید برن دنبال دزدا بگردند، دنبال دزدای جدید بگردند، همون دزدایی که یک روز توی این ویدیو لو داده میشه، یک بار توی ویدیوی دیگر لو داده میشه. و بعدش هم قول داده بودن که اقتصاد مقاومتی رو، تولید رو راه بندازند. حالا که اینه صحبت از اینه که 5.5 میلیارد دلار همین کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته بود که نفت و گاز رو به دست اقتصاد قاچاق سپاه و اینها بده که اونها 5.5 میلیارد دلار رو با شروع 1401 لایحه بودجه بیان خرج در واقع کارهای عمرانی و تولیدی کنند و این رو تهاتوری یعنی خودشون نفت بفروشن 5.5 میلیارد دلار، اومدن اون رو هم بستن، گفتن این 5.5 میلیارد دلار یک میلیارد دلار بیشتر از 4.5 میلیارد دلار هست و این رو که ما اجازه دادیم که سپاه ببره. حالا به دنبال این افشاگری های فسادی بود که این ویدیو روشن کرده، یک مقدار دارن عقب نشینی میکنن یا اینکه احساس میکنن که این میزان از تهاتر نفت، یعنی در واقع دولت اعلام میکنن که غیر از بانک مرکزی و دولت عاملیت ارزی رو فقط بانک مرکزی به عهده نگیره، یعنی بانک های دولتی هم اجازه داشته باشن در سرنوشت ارز در کشور و ارز آوری در کشور دخالت بکنن. یک هرج و مرج بزرگ دیگری، چون اصلا در هیچ کشوری درآمدهای ارزی در سرنوشت درآمدهای ارزی رو عاملیت ارزی رو بانک مرکزی باید متمرکز در دست خودش داشته باشه و با دولت این رو در واقع تنظیم بکنه. یک خرطوخری خواهد شد با این فاجعه ای که اینا دارن عاملیت ارزی رو هم دارن به دست بانک های دولتی میدن. یعنی ما الان سپاه میتونه تهاتری نفت و گاز خارج کنه، بانک های دولتی وارد این شدن که به عاملیت ارزی کمک بکنن، بانک مرکزی هم که مسئول این کار هست الان دست های دیگری وارد این شدن که اصولا وظایف بانک مرکزی تقسیم شده باز بین چندین قوه. 100% اقتصاد زیرزمینی در اینجا فاجعه های دزدی های بزرگ اختلاس های دیگر را هم شروع خواهد کرد و اون تصمیمی که امروز آقای اینها گرفته، سدلی گرفته و این دستور رو داده، نشون میده که یک بار دیگر نشون میده که چه هرج مرجی به فرمایش شما واقعا چهار تا اونقدر ریخت پاش زیاده که حتی دیگه برای یک دستور بانک مرکزی در این حد هم معلومه که هیچ کس خط هیچ کس رو نمیخوره، نه دولت مجلس رو قبول داره نه اجزای دولت. خیلی خیلی نکته جالبیه، خیلی نکته جالبیه. این نکته بودش که کمتر کسی بهش توجه کرد. اینا قرار شدش یه دولت یه دست نمیدونم همه با هم و نمیدونم مجلس با دولت، دولت با رهبر، رهبر با خدمت همه. پس چی شد دوباره؟ اینا رو ایرج مستاقی به دفعات توضیح داده، ولی یه حب و بغضی وجود داره که متاسفانه بین ما که خیال میکنیم دشمن جمهوری اسلامی هستیم ولی راستی دشمن خودمونیم در درجه اول. ولی بارها اینو ایرج مستاقی توضیح داد که این یه دروغه و اصلا امر شدنی نیست. اینا یه بارم در دوره احمدی نژاد همین رو تلاش کردن انجام بدن، نشد. و حتی توی این ماجراهایی که الان پدید اومده، دزدی سردار عارف و این برادران قاچاقچی، که اینا قاچاقچی مواد مخدرن، چرا اینا کسی متوجه نیست؟ من هنوز در حیرتم. امروز گفته برین از روسیه وام بگیرید. از چرا باید برن از روسیه وام بگیرن؟ آقا بفهمید، توضیح بدیم ببینیم که چیه ماجرا. خب ببینید آقای بهبانی گرامی، وقتی که دانش نیست،
وقتی که بحران به یک جایی رسیده که با توجه به اینکه جیب ها به شدت خالی است، مراکز تصمیم گیری متعدد که گفتیم وجود داره، با توجه به اینکه هیچ چشم اندازی هم وجود نداره برای اینکه یک این اقامت حد اقل روز ما صحبت از ابوالحسن خان دوربریش، اون مدیرانی که مدیران جوان یا هم دورایی های خودش کردیم که اینها یک اراده ای، اول اینکه خودشون کسانی بودن که میهن دوست بودن، دانش داشتند، بعد اراده ای برای اصلاحات داشتند، بعدن با علم و دانش و ابزارهای نوین اون دوران، به هر حال دوران خودشون، جدیدترین ابزارهای علمی و دانش ها را استفاده می کردن. اینها نه تنها جب هستند، بلکه به لحاظ نگاه هم که گفتیم هیچ انگیزه ای ندارن، به لحاظ فکر و اعتقاد و اندیشه هم که خالی هستند. بعدش هم که خب دزدن، یعنی یکی از یکی دزدتره و قدر بردند که الان کاملا در لجنزار این مجموعه وجود دارن و تضاد و تناقضشون هم به اوج رسیده. این تضاد اگر خوب درک بشه، اگر درگیری های اینها رو واقعا به هر حال این فعالان گوناگون، اون چی که یک عده‌ای بهشون میگن کارشناسان اقتصاد و امنیت و حقوق بین الملل و نمیدونم سیاسی کار، مدنی کار، یا اینکه کسانی که حتی بعدن رهبران میدانی ما، اگر این ابعاد این تضاد رو بیشتر بخواند کار بکنند، برای مردم، برای جامعه ما روشنه. این دردها رو حس میکنن، میدونن که اینا ناکارآمدند، جاهلن، فاسدن، دزدند، اما گاهن یک نوسانهایی، یک امیدهای کاذبی، یک مانیپولاسیونهایی از سوی، به فرض اینکه این تحریمها برداشته بشه، نمیدونم چند ده میلیارد دلار پول میاد، بعد یک اوضاع تغییر خواهد کرد. اینها مانیپولاسیون هست، دستکاری افکار عمومی است. اگر جلوی این دستکاری افکار عمومی رو ما بخوایم بگیریم، باید این مسائل عمیق و ژرف‌تر اقتصاد رو دنبال بکنیم و ببینیم که این اقتصاد در هم پاشیده و این دزدی ها و اختلاس ها و ندانم کاری ها چه وضعی ایجاد کرده که اینها واقعا شب و روز در بحرانن و خط هیچ کس رو نمی خونن، هیچ مرجعی وجود نداره که دولت رو این مسئولیت های اجرایی حساس رو بگردونه. تنها و تنها همین یاریه و مرگ این آدم هم و هر روز ضعیفتر شدن این آدم هم نشان این خواهد بود که به هر حال همون یک فاجعه، یک کار کوچک میتونه کل این لولاها رو از هم پاره کنه. اون وقتی که به هر حال وضعیت اون خواهد شد که ما مردم ایران منتظرش هستند. به هر حال اون چی که شما الان در توضیح که این تضادها به اوج رسیده رو ما باید هر بار بررسی بکنیم تا توضیح بدیم اوضاع شرایط اقتصادی اینها، ولا همین جوری کلی گفته بشه که اقتصاد فروپاشیده است. باید این رو دنبال کرد، قدم به قدم توضیح داد. ما امشب در قسمت این تحریم ها و برداشتن تحریم ها و اینکه چه چیزهایی میتونه به طور احتمالی گفته میشه، حتما صحبت این مسئله رو من خواهم کرد. اشاره میکنم آقای بهبانی، شنوندگان گرامی، روزنامه اعتماد امروز اشاره کرده، نوشته که 60 میلیون زیر خط فقرند و از تورم باز هم بیشتر، و اینکه این خطر به سمت یک، در اخباری که در داخل کشور زبان زد هست رد و بدل میشه، از یک بحران جدید و از یک تورمی که به سمت یک قحطی داره کشیده میشه. این قحطی میتونه مشکلات، یعنی این 60 میلیونی که امروز زیر خط فقرند و این حرکت هایی که ما در جنبش های اعتراضی میبینیم در همین روزهای اخیر، بر معلمان کشور نه تنها
معلم میاد میگه جنبش فرهنگیان این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است. آقای بهبانی شعار آماده قیام دیگه از طرف سازمان های سیاسی و براندازان خارج کشور داده نمیشه. آتش نشانان وارد میدان شدن، کادر درمانی وارد میدان شده. خب ببینید قشر به قشر به این اعتراض ها در اضافه میشه. پایان سال هیچ چیز در بازارها نیست. دستمزدهای چند ماه معوقه رو که اینها ما بارها صحبت کردیم، شروع سال با یک بودجه جدید، با یک حداقل کف دلار که 23 هزار تومان هست، با این سوالی که با این بحثی که الان مطرح است که میخوان بنزین رو دوباره گران بکنن، در کیش این رو دارن پیاده کردن، دارن میارن از اون طرف جنوب کشور اینو میخوان بیارن. به هر کسی صحبت اینه که به هر کس 20 لیتر بنزین بدند، به همه مردم 20 لیتر بنزین بدند. یعنی یک نوعی به هر حال این کالابرگ رو کپونی کردن بنزین رو در کشور، بحث این رو میکنن. خب اون 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی سال 1400 که بارها صحبت کردن گفتن قطع میشه و گفتن تنها 9 میلیارد دلارش قابل پرداخت خواهد بود، و بعد بانک مرکزی میگه ما پول نداشتیم، ما منابع ارزی نداشتیم خودمون، ما باید میرفتیم از سامانه نیما دلار آزاد میخریدیم، بعد این رو با دلار با قیمت 4200 تومن یک دلار رو، یعنی دو دست بانک مرکزی خودش اینو اعلام کرده، میرفت از سامانه نیما که یک سامانه مستقلی هست که تجار ایران پولهای صادراتی، ارزهای صادراتی رو در این سامانه آوردند، به قیمت ها گاهی قد 25 24 26 هزار تومان بود هر دلار، باید بانک مرکزی میرفت اونجا میخرید، بعد اون رو می آورد به هر حال از سوبسید خودش، سوبسید دولت، باز توی مجاری ارز ترجیحی وارد میکرد. امسال این رو هم نمیتونه، به همین دلیل دولت الان در این تضاد بزرگ هست. اون چی که اینها تا کنون گفتند، فشار آوردند که از منابع منجمد شده ارزی خودشون بگیرند، چون شروع سال دیگه باید با شروع سال حداقل بتونن، پایان فوریه فقط برای آمریکایی ها، برای اروپایی ها مهم نیست، بلکه برای اینها هم که دارن بودجه جدید رو شروع می کنند، باید این تحریم و اینها رو به یک حداقلی برسونن، شاید بتونن 20 میلیارد دلار اگر بتونن بگیرن و این رو بیارن وارد نظام این لایحه بودجه که تصویب کردن، نظام حسابرسی های داخل کشور بکنن، یک جان تازه‌ای به این میلیارد ها، به این 10 میلیارد هایی که اینها قرضدار هستند، پول بدون پشتوانه ای که چاپ کردن، که اعلام کردن به 4500 تریلیون تومان رسیده در پایان پاییز، یعنی ما الان با 4500 تریلیون تومان به هر حال این قرض ها رو باید، اینها این بدهی ها رو باید یه جوری جبران بکنن. اینها آمادن که این میلیارد ها رو بگیرن، حالا بعد از اینکه به اوباش و عرازل خودشون بعضن حزب الله و غیر زاله که مقدار میدن، بقیه رو بیارن وارد این چاه ویل قرض ها و بدهی های دولت بکنن. تا اینجا من فعلا یک ایستی میدونم که بریم جلوتر جناب مهربان. بله خوشحال میشیم که با شما بحثا رو ادامه بدیم. یکی اشاره کردی به ماجرای وین و حتی خودشون تو داخل یه نماینده از این آخوندها گفته که مشکلات کشور در وین حل نمیشه، تازه فهمیده. ازم به حضور شما که من مدتی است روی این موضوع ایستادگی کردم، اینکه هی مرتب بر این تب میکوبم، اونم از جانب همین
طرفداران ترامپه، کسانی که خودشون کاری حاضر نیستن انجام بدن، همش منتظرن یه امام زمانی، یه مردی سوار بر اسبی بیاید، نمیدونم یه شاهزادهی بیاید و همه مشکلات. اون آدما که انتظارات خودشون رو در قالب ترامپ میدیدن، بعد از اینکه ترامپ این فضاحت ها رو به بار آورد و معلوم بود که اصلا کاری نیست، قصدی برای مردم نداره و فقط برای خودش داره کار میکنه، حتی قصدی برای مردم آمریکا هم نداره، حالا چه برسه به مردم ایران. ازش بپرسی ایران کجاست، فکر نمیکنم بلد باشه بگه که کجاست. مرتب بر این تب کوبیدن که بله بله این مرد که پیر مرده اومده و عقلش هم کمه و حافظش هم خرابه و سنش هم زیاده، همه تحریما رو برداشته و راه رو باز کرده برای اینکه نمیدونم برن و تحریما برداشته بشه و اینها. و هرچی میپرسم که کجاست آثری آثاری از اینکه این تحریما رو بردارید کجاست، هیچ کس نشانی به ما نمیدهد. اما دیدم که روزنامه کیهان یه مطلبی رو از جانب 11 سازمان و گروه اعلام کرده، از حسه و دسته گرفته تا نمیدونم لیبرال مشروطه خواه و غیره و آوای آزادی بیژن کیان و اینا، که آقا با اینا مذاکره نکن، بیا با ما حرف بزن. من خیلی تعجب کردم، گوشی تلفن رو برداشتم، با یک دو نفر از اینا حرف زدم، گفتم آقا شما با هم نمی سازید که، شما همش با هم دعوا دارید، اختلاف دارید، بعد چجوری میگید؟ بعد شما اصلا چه مندیتی دارید؟ چه نمایندگی از طرف کی، کجا این نمایندگی رو به شما دادن که شما بیاید با شما حرف بزنن که چه اتفاقی بیفته؟ خیلی اوضاع آشفت است آقای سلیمی، این فقط مربوط به داخل کشور نیست، در بیرون آشفته تر از داخله. یه دلیلش هم وجود رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی و همه این رنگی هایی که میبینیده که هیچ چیزی به شما نمیده، همش جز دروغ جز دروغ جز خلاف واقع جز ضد اطلاعات. حالا که یوتیوب یه دکونیه، بالاخره یه پولی توش در میاد، هر کسی از پس دکونش یه ویدیوی درست میکنه و حرفایی میزنه که هرچی گوش میدی، مثل آدامس صمد میگفت، آدامس هرچی میخوری هیچی تو شکمت نمیره، حرفا همه آدامسیه، هیچی گیرت نمیاد. بریم سراغ این موضوع که الان فکر میکنم برن دوباره ایلنا رو اصلا درشو ببندن. پیروز که بهش اخطار داده بودن که چرا راجع به این توقیف کشتی در هند که صاحبش پسرها شرکت آدمیرال حرف زدی، که پسران شمخانی رئیس صاحب این شرکت کشتیرانی هستن، توبیخش کردن. امروز گزارش داده که ایران سطح دستمزدش در پایین ترین رتبه جهان در حد بورکینافاسوه و از یه طرف میبینیم که هفتمین اجتماع راهپیمایی سراسری معلمانه، حالا دوباره اصناف مختلف بازنشستگان درخواست کردن. اینا ما رو به کدام سم میبره؟ و اینکه حداقل دستمزد در حد بورکینافاسو از منظر اقتصاد چه تعریفی داره؟ بفرمایید تا بشنم. بله، ببینید بحران مالی کشور، آقای بهبانی، بحران مالی کشور یعنی اینکه وجود منابع مالی، درآمدهای کشور در این 4 سال اخیر، ما حدود به طور اگر بخوایم یک حداقل حد اکثری رو حساب بکنیم، بین 200 تا 300 میلیارد دلار از منابع مصرف شده. 200 تا 300 میلیارد دلار هر سال. ما حدوداً بین 50 تا 70 میلیارد دلار از دست دادیم. 4 برابر حداقل 50 میلیارد
حداقل 200 میلیارد که از منابع نفت و گاز و کالاهای سرمایه‌ای غیر نفتی و بخشای دیگر خدمات و اینها ما از دست دادیم. خب این سرمایه اینها رو شما داشته باشید، بخش بزرگی از سرمایه ها از داخل فرار کرده و به بیرون رفته شده و این رو اون یارو کمال عطاری و دیگران میگن سالانه 80 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشه. ممکن این اغراق به نظر بیاد، واقعیت اینه که به گونه های مختلف از خرید مسکن در ترکیه تا فروش صادراتی که در واقع پولهاش بر نمیگرده تا ماجراهای دیگری که در کشور بوده، فرارهای گوناگونی که از طریق سرمایه های مالی به بیرون برده شده، همه اینها این 200 تا 300 میلیارد دلار بعد از تحریم 97 واقعی است. خب شما ببینید یک خانواده ای رو در نظر بگیرید که این خانواده پدر و مادر و برادر بزرگ به فرق کسانی که میتونن نان‌آور خونه باشن، هر کس به طریقی نه تنها نان‌آور نیست، بیان وسایل خونه رو بفروشند، یکی کل خونه رو بفروشه، یکی دیگه بره ببازه، یکی دیگه بره بکشه، یکی دیگه بره بنوشه، تمام این ماجرا. خب این اون چه که در این خانه به هر حال بوده میتونه در عرض مدت کوتاهی به نابودی کشیده بشه. این همین کار رو اینها با کشور ما کردند، دارن میکنند. اون بالاش که سدلیه که نشسته در قمار تسلیحاتی در این دو سه دهه باخته، خب یه قمار بزرگ بوده دیگه، قمار کرده، حالا میگه 4 تا آدم رو دستگیر کردم، پولای خودمونو، این که میخواست بره پول 500 میلیارد دلار بگیره، پولایی رو که خودش خرج کرده داده به روسیه، الان میاد به غرب میگه که من اینقدر باختم. خب این چند صد کیلو مواد تسلیحات اتمی غنی شده چرا باید غرب بیاد اینو به قیمت به فرض مثلا 100 میلیارد دلار بخره؟ برای اینکه این تهدید بکنه که من یه بمب میزنم اسرائیل رو نابود میکنم. غذایا همین طوره، ساده است. در مغز این افراد اینه، اینا میگن آقا ما 200 میلیارد شما ما رو تحریم کردید، ما 200 میلیارد پول نتونستیم نفت و گاز بفروشیم. خب علت این تحریم چی بود؟ اینا رفتن جنگ را انداختن، سوریه اونطور، لبنان اینطور، عراق اینطور، حوثی ها اونطور، از این ورم که خب رفتن پول دادن که روسیه گردن کلوف شد، الان میاد دنیا رو تهدید میکنه. الان بعضی ها میان همین روزنامه ها، همین تلویزیون اینا، طرف میاد میگه که جنگ جهانی سوم داره میشه، فردا دوباره یکی دیگه میاد میگه اصلا هیچ خبری نیست، هیچ جنگی هم نیست. آخه مانیپولاسیون در ابعاد فاجعه. همین ایران اینترنشنال، یکی میاد میگه جنگ جهانی سومه، یکی میاد بغلش میشینه، اینا با هم دیگر هیچ بحث و گفتگو و صحبتی هم نیست. یعنی مانیپولاسیون از فاجعه، از صفر تا مثلا میلیون، شما اینو بری بندازید یه جایی آدم منفجر میشه. آخه یک رسانه خبری یک مسئولیتی، یک تعهدی. آدم اشپیگل رو میخونه، این اشپیگل آلمان یا دی سایت دی ویلت نمیدونم چی، اینها رو آدم میخونه، یک نظم درسته که افراد گوناگون تفسیرهای خبری گوناگون میدند، ولی آخه میدین رسانه برای خودش یک ضبط ربطی داره. یک رسانه ای که موقعیتی در یک جامعه پیدا میکنه نمیتونه هر مزخرفی رو از 1 تا 1000 اختلاف نظر باشه، اصلا این پریشانی ایجاد میکنه. شما اشاره کردی، حالا من به اون کار ندارم، حالا 4 تا آدم اصلاح طلبم پشتش نشستن، یکی میگه از فلانجا پول، من اصلا به این کاری ندارم. این در جامعه ما درست به همون وضعیتی که فاجعه حکومتی فاجعه بار نشسته، اجزا و اندامهای دیگر هم دچار پریشانی هست. جامعه در این عرصه ها دچار پریشانی است. خب
اون چه که وضعیت اقتصاد کشور شده همین 200 تا 300 میلیارده. همین رو اگر بیان توضیح بدن که چرا کشور به اینجا رسیده که دستمزد به ایران ما به این وضعیت فاجعه بار رسیدند که خرج 12 میلیون حداقل یک سبد معیشت یک خانوار حداقل الان 12 میلیونه. 12 میلیون خط فقره آقای بهبانی. کادر درمانی داره 5 میلیون میگیره، بازنشسته داره 4 میلیون میگیره. آتش نشانی که اومده، آتش نشانانی کشور رو در حد بالا تأمین میکنن چون جان اینها در خطره. کادر درمانی میگن که 200 هزار کادر درمانی یا بیمار شده یا مشکل داره یا کار رو ول کرده دارن میرن از کشور بیرون. خب روزنامه ای نمیدونم یکی از این روزنامه ها که مال کادر درمانیه، اونها به دنبال 700-800 هزار معلم 200 هزار کادر درمانی در پریشانی هست. آتش نشانان که عرض کردم، نمیدونم مخابراتی ها و و و همه اخشار جامعه، زندانبانش، کارمند دستگاه قضاییش، ارتشی هاش، همه این ها در حاله. این واقعی است که شما اشاره میکنید، میگید آقا اگه 4 تا نظامی، اگر یک موقعیتی وجود بیاد این دومینو ریزش کامل پیدا خواهد کرد. حکومتی وجود نداره آقای بهوانی، کی بیاد خرج دستمزد بگیره بده؟ از کدوم پول بیاد بده؟ با چی بیاد بده؟ دستمزدهای معوقه رو که ماه ها مونده، مردم واقعا چطور دارن زندگی میکنن؟ به همون هر روز که میگذره فقط در سبد خانواده برنج که اونطور شده، اونطور شده، روغن اونطور شده، تخم مرغ به یک چنین وضعی کشیده. عرض کردم وقتی روزنامه اعتماد میگه 60 میلیون زیر خط فقرند، ما به بحران همون سالهای آخر قاجار و دوران بعد از شهریور 20 داریم میرسیم. یعنی اون بحرانی که در واقع هیچ نظمی نبود، کشور عملا حکومت و دولتی وجود نداره. دستمزد شما پرسید میگید آقا چرا وضع دستمزد اینطوره، چی میشه سرنوشت این کشور؟ اعلام کردند که ممکنه اینی که صالح آبادی میره پیش علی خامنه ای میگه که تسهیلات ندید، چون فردا الان اعلام کردن 3.5 میلیون این دستگاه های کارتخان رو اینا از دور خارج کردن، دی اکتیویران کردند. خود این یک ماجرای دیگه داره. بعد مسئله مشکل مالیات که الان دارن میگن که شاید در بودجه 1401 400 هزار میلیارد تومان ما کسری داشته باشیم، این حرف مزخرفه. از 1500 هزار میلیارد تومان یا از 1500 تریلیون تومان بودجه، اینها به گواه ارزیابی بسیاری ها بیش از 800 تا 900 هزار میلیارد تومان اینها کسری بودجه خواهند داشت. پولی وجود نداره. همین هم که گفتند ما 10% به حقوق به فرض مثلا در بعضی از قشر به بعضی از قشرها دستمزد بگیرن 10% تا 15% اضافه خواهیم کرد، با توجه به سقوط یا کاهش ارزش پول ملی این باید در واقع دو برابر اضافه می شد، نه اینکه 10% 15%. 10% مثلا به فرض 5 میلیون تومان میشه 500 هزار تومان. 10%ش حقوقش رو میخوام بکنن 5.5 میلیون تومان، در حالی که با سرعت 12 میلیون تومان داره میره به سمت 15 و 17 میلیون تومان. به یقین خانواده 4 نفره که الان 12 میلیون خط فقره، در پایان 1401 خط فقر 18 میلیون تومانه. به یقین 18 میلیون تومانه. اون وقت چی؟ آخر 1401 دستمزد 5.5 میلیون تومان، 6 میلیون تومانه یک خانواده 4 نفره. به اضافه اینها دارن سوبسیدها رو برمی دارند.
یعنی اون 9 میلیاردی رو که اینا صحبتش کردن که در 1400 میخوان بدند، اونو ندارند بدند. آقای بهبهانی، اینها همچنان در فکر ادامه قمارند. امروز 18,000 کنتوی بانکی در کردیت سوئیس اعلام کردند. در آلمان این خبر منفجر شده، جان حساب بانکی 18,000 حساب بانکی. بعد توی این کردیت سوئیس از این تعداد عده‌ای از بانک ملت ایران و جاهای دیگر، این اسکاندالی هست، جنجالی هست. و بعد چرا بانک سوئیس اجازه داده در این شرایط تحریم؟ اینها یخه اینا رو خواهند گرفت، به این سادگی نیست. در شرایط تحریم و در شرایط پولشویی یک ماجراهای زیادی پشت این جریان خوابیده. همه منتظرن، اینا هم اعلام کردن که ما اینو خواهیم داد. پای بسیاری ها، گریبان بسیاری ها در این پرونده خواهد بود. به یقین در این پولشویی ها دست این بخش زیرزمینی اقتصاد ایران و این جنایتکاران وجود داره. مسائل زیادی از اینجا بیرون خواهد ریخت. اون میلیاردهایی که جابجا شده در این مدت، اون زمانی که اینستنکسته بوده، اینا میگفتن که ما نمیدونم اروپا به ما کمک میکنه، چی میکنه چی میکنه، به هر حال این جابجایی ها شده. این پولشویی ها در یک ابعادی در 2-3 سال پیش صورت گرفته. خیلی ها الان منتظر این جریان. خب برگردیم به همون مسئله دستمزد. بنابراین مسئله دستمزد در این شرایطی که ما منابع خب اجازه بدین که این اینترنت آقای سلیمی امروز خیلی بازی در آورد. یه بار دیگه ازش خواهش کنیم که وارد سیستم بشه، برای اینکه براش یه پیامی بدیم، بهش بگیم که آقا داستان اینجوریست. خیلی تلاش کردم که شاید درست بشه. بله، امروز 3 اسفند و حیف که تاریخ تکرار نمیشه و اونایی که دنبال این میگردن که مثل اونجا انجامش بدن، به نظر من آب در هاون میکوبن. هیچ مثلی وجود نداره. جهان یکتاست، یه دونه است، هیچ مثل و مانندی نداره. میتونه یه چیزی نزدیک یه چیزی باشه، مثلا درخت درخته، اسب اسب، ولی این همون اسب نیست، این همون درخت نیست. یه درختیه از جنس همونه، یه اسبی از جنس همون اسبه. اتفاقات هم همینطوریه. تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشود. اگر شدنی بود که خیلی خوب بود که ما هی میرفتیم عزیزان اونو که مردن دوباره زندهشون میکردیم برمیگردن، که نشدنیست. اما ادامه صحبت ما بحث این وضعیت معیشت مردم است و اینکه ما رو داره به کدام سمت میبره. بذاریم ببینیم که چرا آقای سلیمی جواب نمیده. با پوزش از دوستانی که
در حقیقت ما نمیتونیم انتظاراتشون رو اونجوری که باید و شاید برآورده بکنیم، ولی تلاشمون رو میکنیم. حالا تا چه حد موفق بشیم خودش یه داستان دیگری است، داستانیش پر از آب چشم. نه متاسفانه زنگ تلفنشون هم بسته. نمیدونم به یه علتی متاسفانه بزن ببینم این یکی تلفن جواب میده یعنی. هلو هلو، پس چه اتفاقی افتاد؟ هلو، نه شما اینترنت نداریم مثل اینکه، اصلا تلفنتون جواب نمیده، صداتون اینجا هم نمیاد. بله این گفت اینترنت ایران رو قطع کردن، ظاهرا مثل که مجلس ایران تو آلمان هم اثر گذاشته. نمیدونم شاید به خاطر این باد و بوران است، هوای سرد و طوفان. آخه هیچ صدای فرهاد از بیستون نمی آید. هیچ ارتباطی متصل نمی شود. بذار این یکی رو بزنیم ببینیم این چی جواب میده. بله متاسفانه ارتباطمون برقرار نمی شود، از تلاشی که می کنیم. جانم آقا تلف قطع شدین، شما هرچی هم زنگ میزنم تلفنتون هم کار نمیکنه. آره الان دارم سعی میکنم وارد بشم ولی مثل اینکه اینترنت منزل ما خرابه. از همون شروع برنامه دائما ریپ میزنه. البته صداتون رو داریم، دوستان دارن صدای شما رو میشنون، میخواین همجوری صحبت کنیم ادامه بدیم اگر تمایل داریم. آره آقای سلیمی بله بله عرض کردم صداتون هست، حالا اگر تونستی اونجا وصل بشین خیلی عالی، اگر نشد از همینجا ادامه میدی. بس من در خدمتم، بسیار خوب. خب ولی تلاشتون رو بکنید اونور بی نصیب نذارید ما رو، اگه میشه اونور را بندازید که را بندازید.
ولی صداتون رو میشنویم آقای سلیمی. شما صدای من رو داری؟ نه این سیستم هم کار نمیکنه متاسفانه، این هم کار نکرد. حیف شد که این اتفاق افتاد، موضوع جالبی است. اما در راهی نیست برای اینکه اینجوری فایده نه. خب بذاریم ببینیم که این ور ظاهرا آقای سلیمی وصل شدن. به بذار ببینیم که بس صدای منو دارین شما؟ من صدای شما رو ندارم آقای سلیم. نه خب پس بذارین من یه بار دیگه اینو ریستارت کنم ببینم که از اینجا شاید مشکل ماست و اگر شما وصل شدی ما هم وصل خواهیم شد. و بذار ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته، هرچی اتفاق بیفته اتفاق خوب باشه، اتفاق بد خوب نیست. ببینیم چه اتفاقی میشه، آقای سلیمی بالاخره وصل میشه یا نه. این همه ما وصل شدیم به یک پدیده غریبی اینترنت و همه زندگی اصلا یه مدل دیگه شده و تو این راستا زبان هم داره شکل خودشو در حقیقت پیدا میکنه و حالا این وسط یه ده پیدا شدن، تازه یادشون افتاده که بریم آموزش بدیم به زبان مادری، نه آموزش زبان مادری. اونو فراموش کرده و افتاده راجب این که بریم اصلا آموزش بدیم به زبان مادری. خب آقای سلیمی صداتون هست نیست؟ آقای سلیمی صدای منو دارین شما؟ اینترنتون همچنان ضعیفه ولی صدا رو اگه وصل کنی درسته. الان صدا رو داری؟ بله بله بله. بذارید که سریع شروع کنیم، فرصت رو از دست ندیم، هر لحظه اینترنت ممکنه که یه بازی جدیدی در بیاره. بنابراین میریم به سراغ ادامه فرمایشات حضرت عالی. بفرمایید ببینیم که این داستان غم‌انگیز، این که تحریما رو ورداشته و همه راه باز شده چیست؟ اینا این دروغا از کجا؟ داشتی راجب مثال میزدی راجب خبرگزاری ها و غیره، بفرمایید بشنم. بله در اون قسمتی که چه سرنوشتی به این وضعیت اوضاع دستنوست ها، آینده کشور، وضعیت تورم، گرانی ها، همه اینها رو خب من گفتم که وضعیت کلان اقتصادی چیست، وضعیت بودجه چیست، وضعیت درآمدها
در بودجه در سال 1401 رو عرض کردم که حدود 800-900 هزار میلیارد تومان کسری خواهد بود. بعدش هم اقتصاد ایران در هم پاشیده است. رفتن این فرد، این آیت الله قاتل به قطر و ادعاهایی که اونجا میکنه که ما میخواییم به شما کمک بکنیم، به قطر میخواد کمک بکنه، هنوز از این همه ادعا و این همه پوچگویی و این فرد کلپوک که هیچ چیز ها رو بعد رئیس جمهور رو با تصویر رو قطع کردم. آقای بهبهان بله به اونها اعلام میکنن که برای گاز در این با شما گفتگو رو ادامه داد. بذارید به شما زنگ بزنم. بذاری اینو ببندیمش. این هم کار نمیکنه. بذارید که از اینجا با آقای سلیمی تماس بگیرم. جانم آقای سلیمی. بله 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 صدای شما هست، بفرمایید. به همین شکل ادامه میدم آقای بخواری. بله دیگه چاره ای نیست، بذاری من صدای اینم یه قدی بارم بالاتر اگه. بله بفهم. بله بنابراین با شرایط در شرایط کنونی وضعیتی چشمندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی، کم شدن شرایط تورم به هیچ وجه متصور نیست و ما با قحطی و مشکلات بیشتر، مسائل کاهش درآمدها
و سختی وضعیت معیشت مردم روبرو خواهیم شد و قطعا جنبش های اعتصابی و اعتراضی و اون چه که در شعار آموزگاران کشور، آتش نشانان کشور و حتی نیروهای نظامی که واقعیت اینه که به سمت جنبش، به سمت یک قیام داره پیش میره. آقای بهبهانی، این در این قسمت عرایزم بود. بله بفرمایید شما ادامه بدین. بله، در مورد اون بحثی که اینها تحریم ها رو در هفته آینده یا این چند روز باقی مانده فوریه پیش خواهند برد و اینکه عده‌ای از اینا اومدن طرحی که مجلس چند روز پیش اومده بود، حد اکثرهایی رو که باز هم بارها گفته بودن، یک بار دیگر 250 نماینده مجلس یه چیزی رو امضا کردن که ادای در واقع بازی های کنگره و مجالس دیگر کشورهای غربی رو در میارن که ما مجلس این و اون و اون و همه چی رو میخواییم و بعد برداشتن تحریم از سپاه پاسداران، به فرض اینکه تحریم رو از روی نام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی بردارند. خب این همه بانک های جهانی که همین امروز هم صحبت پولشویی ها، صحبت تأمین مالی تروریسم، سازمان سازکار ویژه جهانی FATF و و و اینها چه خواهد شد؟ به فرض اینکه بایدن، به فرض اینکه بیاد این تحریم ها رو برداره، خب بعد در آینده کوتاه ماجرایی که در دوره های قبل بوده اون چه خواهد شد؟ این همه مقاومتی که امروز اسرائیل میگه که هر گونه توافقی که توافق برجام رو ما ناراضی بودیم، از توافق کنونی ناراضی ترین، خب این رو هم در اونجا دارن میگن. به این ترتیب هیچ شانسی نه در کشورهای خاورمیانه ما چنین شانسی رو، چنین موقعیتی رو میبینیم که اینها بخواند یک حداقل هایی رو که اینها، حتی بحث روی حداقل هایی که اینهاست، نه اون چه که 250 نماینده مجلس به عنوان حد اکثر مطرح میکنن، برداشتن تمام تحریم های، حتی نه تنها تحریم هایی که به لحاظ اقتصادی به سپاه و به سازمان های پولشو و به شخصیت هایی که اینها در این مدت داشتن، بلکه اینها میگن که تحریم های حقوق بشری رو هم حتی بردارن. خب خواسته مجلس ایران یک چیزی است که همه میدونن که هیچ کس نمیتونه این مسئله رو در هیچ جایی، هیچ نهاد، نه اتحادیه اروپا و نه در امریکا کنگره، رئیس جمهور، هیچ کس قادر نیست خواسته های اینها رو تأمین بکنه. اینها چیزایی رو که انتظارش رو دارند، فقط فکر میکنن که با اعمال فشار حالا بیان یه نامه بنویسن. حاصل این نامه چه خواهد بود؟ بسیار. آقای سلیمی، من بعد ازت اجازه مرخصی بگیرم چون این وضعیت نه صدا خوبه، مشکل داریم. امیدوارم بتونیم هفته آینده با پر انرژی تر در خدمتت باشیم. از این اختلالی که پیش اومد واقعا صمیمانه از شما و از همه بینندگان عذرخواهی میکنم و همینجا ازت خداحافظی میکنیم. ممنون از حضورت در برنامه و مثل همیشه برات آرزوی بهترین دارم. ممنونم آقای سلیمی. سپاس. من هم متاسفم که اینطور شده است. بله، حالا فرصت دیگه. ممنون است. به ها دوستان، امیدوارم که مشکلات حل بشه و شما هم در حقیقت درک کنید که گره کار کجاست و چرا ما 40 ساله، 40 چند سال است، 43 ساله اسیر اهریمن شده. گفتم اینا موضوعاتی است که عمیق باید بهش فکر کرد و براش راهکار پیدا کرد. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین سپاسگزارم و برای تک تک شما خوبان هم مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه.
درنگی خواهیم کرد و ادامه میدهیم. ممنون.